بحث حمله ششم ژانویه به کنگره آمریکا لیز چنی نماینده جمهوری خواه رو به دلیل مشارکتش در پیگیری تحقیقات درباره دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا با احتمال شکست در انتخابات مقدماتی کنگره در وایومینگ مواجه کرده. کاترین جیپسون خبرنگار صدای آمریکا گزارش میده. وایومینگ کم جمعیت ترین ایالت آمریکا برای دهه ها جمهوری خواه بوده، اما اینکه جمهوری خواهی در این منطقه کوهستانی و کشاورزی در مناظره دو کاندیدای جمهوری خواه مخالف و موافق ترامپ چه معنایی پیدا می کند باید منتظر بود و دید. لیز چینی نماینده مجلسی که از معدود جمهوری خواهانی بود که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به استیضاح او رأی داد و ریاست مشترک کمیته تحقیقات مجلس نمایندگان در مورد حمله 6 ژانویه به کنگره را به عهده گرفت. با آنکه چینی دختر معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا است، اما به خاطر موضعش در قبال ترامپ از حزب جمهوری خواه وایومینگ اخراج شد. دونالد ترامپ از هریت هیگمن وکیل سابق در انتخابات مقدماتی حمایت می کند و این دو رقیب در تنها مناظره انتخاباتی در مورد رئیس جمهوری سابق درگیری لفظی پیدا کردند. انتخابات دزدیده نشده و اون می دونه که دزدیده نشده. فکر می کنم اون نمی تونه بگه دزدیده نشده، چون کاملا خودش رو مدیون ترامپ می دونه. ما در حال حاضر کمیته در کنگره داریم که آنها روی اتفاقی که 18 ماه پیش افتاده تمرکز می کنند و روی موضوعاتی که برای مردم در وایومینگ مهمه تمرکز نمی کنند. نظرسنجی ها پیشاپیش انتخابات هفته آینده نشان می دهند که رای دهندگان وایومینگ در ارتباط با تحقیقات در مورد ترامپ از هریت هیگمن طرفداری می کنند. چینی نمی تونه دونالد ترامپ رو دوست داشته باشه. او می تونه هر کاری می خواد بکنه که ترامپ رو به جایی برسونه که نتونه دوباره برای انتخابات نامزد بشه. تمام مزخرفات در مورد هر چی می خواد باشه. اما رای دهندگان وایومینگ و اکثریت قاطعانه پشت ترامپ ایستادن. اما برخی دیگر از رای دهندگان می گویند چینی نماینده واقعی ارزش‌های جمهوری خواهان است. ما به رهبری مثل لیز نیاز داریم. من فکر می‌کنم برای ما مهمه که به اون چه در دوران ریاست جمهوری ترامپ و بعد در ششم ژانویه اتفاق افتاد نگاه کنیم و فکر می‌کنم حقیقت باید بر دروغ غلبه کنه و فکر می‌کنم چینی سعی برای رسیدن به حقیقت داره. دونالد ترامپ بزرگترین پیروزی خود در انتخابات 2020 را اینجا در وایومینگ کسب کرد و 70% آرا را به خود اختصاص داد. بنابراین لیز چینی مبارزه سختی برای پیروزی در پیش دارد.